سلام و درود هموطنان عزیزم. 17 شهریور 1402، 8 سپتامبر 2023. 198 روز از تحصن ما پس از 72 روز اعتصاب قضا و 2 هفته در بیمارستان بودن گذشت. ما اینجاییم، محکم و استوار، مثل کوه با انرژی و انگیزه‌ای که از شما میگیریم. امروز 348 روزه که هموطنانمون در وین تحصن. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم، تا فریاد انقلاب شما باشیم و فریاد کنیم، این رو به گوش رهبران غربی فرو کنیم که سپاه، این نهاد ضد بشری، قاتل بهترین فرزندانمون باید در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی، یعنی سر جای درست خودش قرار بگیره. عزیزان، زمان زیادی تا اولین سالگرد انقلاب ملی زن زندگی آزادی، انقلاب ژینای عزیزمون نمون، اولین سالگرد و تازه شروع سالگردها، شروع خیزش جدید، همه باید آماده باشیم. عزیزان، یکی از کارهای مهم من و تو عزیزم اینه که هر روز این رو به خودمون یادآوری کنیم. ما راهی به غیر از انقلاب، به غیر از پس گرفتن کشورمون نداریم. هزینه داره این، بله هزینه داره، تو بهتر از من میدونی عزیزم، ولی ما باید این هزینه رو بدیم، راه دیگری نداریم، وگرنه هر روز داریم این هزینه ها رو میدیم. جواد روحی ها، مهسا ها، نیکا ها، هزاران هزار گل این مملکت، گل این سرزمین رو هر روز دارن پرپر میکنن، ثروتمون رو به غارت بردن، کرامتمون رو لگدمال کردن، چیزی از ما باقی نذاشتن. این ما هستیم، ولی که موندیم به پا خواستیم. این موج جدید باید دودمان این رژیم رو برای همیشه بسوزونه و این کاریست که ما میکنیم. ببینید الان 13 تن از زندانیان ما در اعتصاب قضا هستند، برای ابتدایی ترین حقوق خودشون به روش های قرون وسطایی اینها رو تحت شکنجه ها قرار میدن، از این زندان به اون زندان با هزار حیله منتقل میکنن. ما نباید سکوت کنیم. ما تنها راهی که داریم انقلابه، تنها راهی که داریم سرنگونی رژیمه، و این چیزیست که هر روز باید به خودمون یادآوری کنیم. هر روز یک راه مونده، انقلابی که از خیابون میره. دوستان، دیروز ما جلسه بسیار بسیار موفقیت آمیزی در اینجا در پارلمان انگلیس با حضور نمایندگان انگلیس، یک لورد از مجلس انگلستان، مجلس اعیان انگلستان، وزیر اطلاعات اسرائیل، سفیر اسرائیل در بریتانیا داشتیم، با چهره‌های سرشناس از اپوزیسیون. جلسه‌ای که حول محور اتحاد برای آزادی ایران با نهایت صمیمیت آغاز شد و پایان یافت. این قدم بسیار بسیار بزرگی است و این تازه اول کار. این تازه اول کاره. ما در خارج از کشور تمام تلاشمون رو به کار بستیم که صدای شما باشیم و نهایت حمایت‌ها رو برای شما مردم ایران، برای ایران کسب کنیم. چون می‌دونیم اگر می‌خوایم ایران بمونه باید جمهوری اسلامی بره و این فقط با دست‌های شما میره. و ما باید نهایت حمایت‌ها رو برای شما کسب کنیم. ایستاده‌ایم محکم با این شعار، قسم به خون یاران محکم و استوار، ایستاده ایم تا پای جان، تا پایان. 8th of September 2023 Day 198 of our sit-in protest after 72 days hunger strike and 2 weeks in hospital. We are still here in front of Foreign Office. Same demand, same request, even stronger than day one. We repeat this, even stronger than day one. We ask our government to stand strong in front of these terrorists and place IRGC, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, where they belong to, on the list of terrorist organizations. Mr. Rishi Sunak, Mr. James Cleverly, look at
what happened. The escape of Daniel Khalif. I think this is a wake-up call for all of us to move faster, to wake up and stand strong for our safety and security. Stand strong to protect and preserve our British values of democracy and stop appeasing this terrorist. The only way we can make them accountable for all these crimes, it's proscribing IRGC, placing them where they belong to, and stop appeasing them. The only language this terrorist organization understand is pressure and a strong leadership. Let's show them this. And we will stay here. We will remain here until we take this necessary step for our country. Thank you.